اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم و قتلتهم و ظالميهم اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا خديجة الكبرى يا ناصرة الرسول. السلام عليك يا ام المؤمنین یا ناصرت الرسول. اجرک الله یا بقیت الله. عرض تعزیت دارم شب وفات خانم حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان و سروران خودم. امشب هم با برنامه معراج در خدمت شما هستیم و در استودیوی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام هستم در خدمت کارشناس محترم برنامه. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و امیدوارم که امشب هم به عنایت حضرت خدیجه سلام الله علیها برنامه خوبی رو تقدیم بینندگان عزیز بکنم. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی ممنون و متشکرم. محضر همه بینندگان محترم و عزیز سلام و عرض ادب دارم و ارتحال حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها را محضر ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض میکنم در خدمتونم. بله، شب گذشته در مذمت تسویف و به تأخیر انداختن کارها سخن گفتید و لزوم عجله کردن در خصوص تزکیه نفس که امری بسیار مطلوبه. فرمودید که انسان بایستی به عیب‌های خودش بپردازه، اونها رو شناسایی کنه و در اسرع وقت در صدد برطرف کردن اونها برای. و در این خصوص فرمودید که با توجه به حدیث شریف المؤمن و مرآة المؤمن، خوبه که انسان در این مسئله از برادران ایمانی خودش کمک بگیره تا اونها عیب‌های او رو به او گوشزد کنند، همچنان که آینه عیب رو هرانطوری که هست بدون بزرگ نمایی و بدون اینکه تغییری در واقعیت انجام بده به طرف مقابلش نشون میده. و این مطلبی هست که در خصوص تزکیه نفس انسان میتونه ازش استفاده کنه تا انشالله به تدریج عیوب خودش رو برطرف کنه. حدیث شریفی رو تقدیم کنیم به بینندگان عزیز و انشاءالله ادامه بحث رو در خدمت شما باشیم. انشاءالله.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه بعدد ما في علمك يا قهار يا جبار. السلام على المهدي وعلى آبائه. خدای عز و جل به انسان امکانات بسیار فراوانی در اختیار قرار داده، صاحب امکانات زیادی انسان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تنها مخلوقیه که خدای عز و جل هنگام خلقت او تبارک الله در موردش گفته شده، فتبارک الله احسن الخالقین. لکن این امکانات که در وجود انسانه، اینا تمامش بالقوه است، باید به فعلیت برسه. هر کدوم از امکانات خدا دادی اگر به فعلیت نرسد، این برای انسان نقصه. امکان دارد این انسان بشود اعلم علمای دهر، اعلم علمای روزگار. این امکان در وجودش هست، این را باید کار کنه، این را باید انسان از قوه درش بیارد و برساند آن را به مرحله بروز و ظهور، به فعلیت برسه. اگر به فعلیت نرسید و موند در همون حالت قوه، یک نقصه، یک عیبه که انسان نتونه فلان قوه الهی را الله به فعلیت برسونه، بموند به همون حالت استعداد اولیه خودش. باید تلاش بکنه، حرکت بکنه، اون قوه را به فعل تبدیل کنه، ضعف را تبدیل کند به قوت، نداری را تبدیل کند به دارایی، جهل را تبدیل کند به علم، بخل را تبدیل کند به جود و کرم، خوف و جبن را تبدیل کند به شجاعت و قوت. لذا دائما انسان باید مشغول مطالعه وجود خودش بشه، یک یک اون نقص هایی که درش هست، اونها را دقیق باید مورد مطالعه قرار بده. از روایات ما می فرماید طوبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال اون کسی که اشتغال به عیب خود او را واداشته از مشغول شدن به عیب دیگران. انسان باید عیب خودش را برطرف کنه، انسان باید خودش را به کمال برسونه. لذا قرآن کریم فرمود او انفسکم، اول نفس خودتون را، خودتون را حفظ کنید از عذاب دردناک الهی و از آتش جهنم. او انفسکم و اهلیکم نارا، از خود انسان باید شروع کنه. از این جهت وقت انسان باید بگذره برای شناسایی معایب خودش. وجود خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله طبق روایتی که هست، هر روز حضرت بعد از نماز صبح رو می کردن به جمعیت حاضر در مسجد و می فرمودن رحم الله من اهدا الیه عیوبی. او پیغمبر خاتمه، او معصومه، او مظهر صفات خدای عز و جل، انسان کاملیه، کامل آفریده شده که بتونه دیگران رو به کمال برسونه. با این وجود به قصد تعلیم دیگران هر روز میفرمودن خدا رحمت کند اون کسی که عیبهای مرا به من بگه. یعنی ای انسان به خودت مغرور نشو، تو امکانات فراوانی خدا در وجودت قرار داده،
باید تلاش کنی تمام این امکانات را برسانی به درجه ظهور، از قوه درش بیاری، اونها را به فعلیت برسانی. نماند امکانات الهی فقط در اون مرتبه استعداد اولیه. باید تلاش کرد این استعدادها یک یک به فعلیت برسه و بشود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. نمی فرماید خیر الناس یا خیر الانسان، می فرماید اولئك هم خير البريه. بریه یعنی اون چه که سوای خدای عز و جل انسان میتونه به این درجه از خوبی برسه، یعنی این امکان در وجودش قرار داده شده. حضرت آقا امام صادق سلام الله علیه می فرمودن احب اخوانی من اهدا الی عیوبی، محبوبترین برادران من اون کسیه که عیبهای مرا به من تذکر بده. انسان باید متوجه عیب خودش بشه، لذا باید از دیگران بخواد، از دوستان دلسوز بخواد که مواظبش باشن، تذکر بهش بدن، عیبهایش را بهش نشون بدن. و فوراً وقتی انسان متوجه شد که دارای یک نقصیه، دارای یک عیبیه، یک مشکلی دارد از نظر اخلاقی، فوراً در صدد اصلاح خودش باشه. میگن یکی از خطبای درجه اول ازش پرسیدن شما از کجا به این درجه رسیدی؟ شدی بهترین خطیب، بهترین سخنران. گفته بود هر کی هرچه از من ایراد گرفت و هر کی از من انتقاد کرد، من اون ایراد را توی کاغذ نوشتم. مثلا یکی به من گفت تو موقع سخن گفتن نگاهت را به تمام جمعیت تقسیم نمی کنی، فقط به یک سمت نگاه می کنی، به باقی دیگه اعتنا نمی کنی. من این را یادداشت کردم. یکی دیگه گفت مثلا شما موقع سخنرانی دستهای خودت را زیاد حرکت می دی. این من نوشتم یه جا. یکی دیگه گفت که مثلا شما خیلی تکون میخوری موقع سخنرانی کردن، یا خیلی ممن میکنی موقع حرف زدن. من اینها را نوشتم و گذاشته بودم تو فتحه امامم که نزدیک خودم باشه و هر روز صبح نگاه میکردم که ها من فلان عیب را دارم و دوستان من این عیب را به من تذکر دادن و در صدد شدم اون عیب را برطرف کنم. کم کم شدم خطیب نمره اول، بهترین خطیب زمان خودش شد، به خاطر اینکه متوجه عیوب خودش شد و در صدد شد که عیبهای خودش را برطرف کنه. لذا مولا آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه می فرماید ارج الناس صلاحا، امیدوارترین افراد برای صلاح نفس و تهذیب نفس اون کسی که اذا وقف علی مساویه، هنگامی که آگاه شد بر نقصهای وجود خودش، سارع الی التحول عنها، نگذرد برای فردا. از همون آن که آگاه شد بر نقص خودش، از همون آن تصمیم بگیرد که اون عیب را از خودش برطرف کنه. اگر متوجه شد که در حرف زدن با دیگران مثلا بدخلقی میکنه، این صفت بدیه، فورا سعی کنه این اخلاقش عوض کنه، سعی کنه که تحمل کنه و حلم داشته باشه و در برخوردش با بندگان خدا عصبانی نشه و غضب نکنه. بنابراین یکی از عوامل به دست آوردن اصلاح نفس، یکی از عواملش این است که به فردا نگذره،
سرعت داشته باشد در این امر و در کار خیر انسان امروز فردا نکنه و تسویف و عقب انداختن کارهای خیر، این باعث میشه که اون فرصتی که برای انسان پیش آمده اون فرصت را از دست بده. و آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید اضاعت الفرصت غصه، از دست دادن فرصت باعث غصه خوردن انسان میشود. همین که الان من فرصت پیدا کردم بعد از اینکه آگاه شدم در اینکه درم عیبی هست، در اینکه من فلان نقص را دارم، باید همین الان همین لحظه تصمیم بگیرم برای اینکه خودم را درست کنم، خودم را تعدیل کنم، تا کم کم وارد بشیم بر خدای عز و جل بدون هیچ نقصی و بدون هیچ عیبی، با قلب پاک بدون آلودگی. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت روزیه که هیچ یک از این مظاهر دنیایی به درد ما نخواهد خورد، نه مال نه فرزندان، هیچ کدوم اینها نمیتوند به درد ما بخورد. تنها چیزی که به درد انسان خواهد خورد اون قلب سالم، سالم از آلودگی و قلبی که تهذیب شده، تزکیه شده، و با قلب تزکیه، با تزکیه بر خدای عز و جل وارد شده، که امیدوارم خدای عز و جل به همه ما توفیق بده، مخصوصا در این ماه مبارک رمضان که همه زمینه‌های اصلاح نفس درش کاملا فراهم است، توفیق بده به ما که انشاءالله همت کنیم، خودمون را درست کنیم و با پاک شدن از آلودگی و گناه انشاءالله از ماه مبارک بیرون بیاییم. انشاءالله. بسیار ممنون و متشکرم از بحث زیبایی که خدمت بینندگان عزیز ارائه کردید و خب بنده هم بسیار استفاده کردم. انشاءالله بعد از میان برنامه‌ای که خدمت شما بینندگان عزیز تقدیم می‌کنیم به استودیو برمیگردیم و سوالاتی که با ما مطرح کردید و در میان گذاشتید رو پاسخ می‌گیم. عرض سلام و ادب مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و سروران خودم. ممنون هستم که همچنان با ما همراه هستید و برنامه‌ای که به همت همکاران خودم در استودیو و همه عزیزانی که در شبکه امام حسین علیه السلام تلاش می‌کنند آماده شده رو تقدیم شما می‌کنیم.
سوالاتی رو که با کارشناس محترم برنامه در میان گذاشتید رو یک به یک انشالله قرائت میکنم و پاسخ اینها رو از کارشناس محترم حاج آقای بهره‌مند میشنوم. خب اولین سوالی که بیننده عزیز ما پرسیدن این هست که آیا در یک مسئله شرعی میشود به مجتهد دیگری عدول کرد؟ اگر مرجع تقلید ما در اون مسئله فتوا نداده، فتوایی نداره، احتیاط کرده، احتیاط وجوبی کرده، هر بوده مثلا احتیاط واجب گفتن تسبیحات اربعه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، بنابر مثلا احتیاط واجب سه مرتبه باید گفته بشه. در احتیاط واجب من میتونم به مجتهد دیگری، به نظر مجتهد دیگری عمل کنم. اگر مجتهد دیگری بگوید یک مرتبه هم کفایت میکنه، اشکال نداره. در این صورت من میتونم به نظریه مجتهد دیگر عمل کنم. یا اینکه دو تا مجتهد داشته باشیم که از نظر علم کاملا با هم برابرن، کاملا با هم مساویان، در این صورت هم میتونن تو یک مسئله مثلا به جای اینکه از مرجع تقلید خودم عمل کنم میتونم به نظریه مرجع تقلید دیگر عمل کنم، چون این دوتا از نظر علم و از نظر عدالت با هم فرقی نمی کنن، هر دو عالمن و هر دو عادلن و هیچ کدوم بر دیگری رجحانی ندارن. اینجا مخیر میشد انسان بین اینکه عمل کنه به نظریه مرجع تقلید اول یا عمل کند به نظر مرجع تقلید دوم. بله. بیننده عزیز دیگری پرسیدن که اگر شخص روزه‌دار غیبت کند و پشت سر دیگران سخن بگوید حکم روزه اش چه میشود؟ غیبت از محرمات و از گناهان کبیر است و خدای عزوجل وعده عذاب برای آن قرار داده و به شدت ما را ازش نهی کرده. کار حرامیه که انسان پشت سر دیگران حرف بزنه، خوب نیست، ولی جزء مبتلات روزه هم نیست. اگر کسی روزه دار باشه و خدای نکرده غیبت کرد و پشت سر دیگران حرف زد، این از ثواب و اجر روزهش کاسته می شود. اما روزه باطل نیست و نیاز به قضای اون روزه ما نداریم که به خاطر اون غیبت بخوایم روزه را قضا کنیم. بله. عزیز دیگری پرسیدن که دانشجویی که درس‌های مهمی برای آینده اش دارد آیا می تواند روزه را بخورد و بعد قضای اون را به جا بیارد؟ البته نه، نمیتونه. در ماه مبارک رمضان باید انسان، انسانی که سالمه باید روزه بگیره و اگر کسی به خاطر درساش روزه نگرفت اون روز را باید قضا کنه و ضمناً کفاره هم باید بده، یعنی به جای هر روز یا 60 روزه باید 60 روز باید روزه بگیره و یا باید به 60 مسکین طعام بده به خاطر یک روز خوردن روزه، اونم عمدن انسان روزه خودش رو بخوره به بهانه این که چی داره؟ مثلا درس داره و درساش مهمه و برای آینده زندگیش مؤثره. باید از راه بندگی و اطاعت خدای عز و جل توفیقات رسیدن به مراحل عالیه علمی و درسی را از خدا بخواهیم. بله. بیننده دیگری پرسیدن که اگر هنگام اذان صبح بخوابند و بعد غسل نکرده باشند و بعد بیدار بشن چه باید بکنن؟ آیا بعد از اذان صبح میتونن غسل کنن؟ چنانچه نیت غسل کردن داشتن، یعنی این مثلا حالت جنابت پیدا کرده، نیت هم داشته که قبل از اذان
برد غسل کنه و خوابید به نیت اینکه بیدار بشه قبل از اذان. چشم باز کردید اذان گفته شده، روزه او روزش اشکالی ندارد، این باید غسل کنه بعد از اینکه از خواب بیدار شد غسل کنه و روزش خلاصه درسته، روزش باطل نیست. بله، بیننده عزیز دیگری پرسیدن که کسی که روزه بگیره و نماز نخونه آیا روزه او صحیحه؟ روزش احتیاج به قضا نداره، اما باید بدونیم که نماز تکلیف بسیار مهمیه، آخرین وصیت همه انبیاء و مرسلین مسئله روزه، مسئله نمازه. اول سؤالی که از انسان بعد از معرفت و بعد از ایمان از ما خواهند کرد نماز، در مورد نماز از ما میپرسند، ان قبلت قبل ما سباها و ان ردت رد ما سباها. خلاصه شایسته نیست که انسان با توجه به اینکه موفق شده به روزداری بعد بیاد نماز نخونه و نماز با این همه اهمیت الله ترکش کنه. نخوندن نماز لازم نمیاد که ما اون روزه را مثلا باطل بدونیم و بعد بخوایم روزه را قضاشه بکنیم، قضاشه به جا بیاریم. بله، بسیار ممنونم از پاسخ حضرت عالی. عزیزی پرسیدم که اگر طبیب ایشون رو از روزه گرفتن منع کنه روزهشون چه حکمی داره؟ اگر برای کسی روزه ضرر داشته باشه این نباید روزه بگیره، و اگر طبق هوای نفسش روزه گرفت، یعنی با اینکه روزه برای او ضرر داره و طبیب نهیش کرده از روزه گرفتن، با این حال لجبازی کرد و عمدن روزه گرفت، این روزه ای که گرفته روزش باطله، بعدش هم باید قضاشو به جا بیاره، یعنی هم روزش باطله هم ضمناً اون روزه رو باید قضا کنه. بس بهتره که هنگامی که انسان بیماره و مریضه روزه نگیره، وقتی انشاءالله بدنش سالم شد و بیماریش برطرف شد اون وقت روزه رو بگیره. بله، سوال دیگری که مطرح شده در خصوص خواندن دعای الهی عظم البلا هست، آیا مجاز هست که انسان در قنوت نمازش این دعا رو بخونه؟ نماز یعنی گفتگوی با خدای تبارک و تعالی، و در قنوت که دعا میکنیم یعنی خدا را میخوانیم، بنابراین گفتن این قسمت از دعای اللهم عظم البلا، یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، این خطاب از خدای عز و جل تبدیل شد به خطاب به حضرت پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین علیهم السلام، این روال عبادت چی شد؟ عوض میشه و نماز یک تکلیف تعبدی توقیفیه، اون جوری که گفتن نماز بخونیم باید نماز بخونیم. بله، بسیار ممنون و متشکرم از توضیحات شما. امیدوارم که ماه مبارک رمضان فرصتی باشه برای اینکه هم به تزکیه نفسمون بپردازیم و هم انشاءالله با مسائل شرعی بیش از پیش آشنا بشیم. بینندگان عزیز و محترم، همه شما رو به خداوند متعال می سپارم و انشاءالله که شبهای خوبی داشته باشید. ما رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. یا علی مدد، خدا نگهدار.